های تاریخی پدرانش واقفه. از سال 42 اگر بخوایم حساب بکنیم روندی رو که پیش اومده که منجر به شورش 57 و این افتضاحی که الان 43 سال رو مملکت ما گرفته به وجود اومده، در واقع ما با چهار نه تو حرف من نپرید آقای نجاح، خواهش می‌کنم. مردم اومدن ریختن تو خیابون، کل مردم اومدن. به هم می‌خوای اجازه بدید من صحبتم. شما مردم یمن توهین می‌کنید. من هم مردم ایران هستم. شما مردم ایران هستید. من مردم ایران هستم. خانم کنعانی مردم ایرانن، آقای پیرزاد مردم ایران هستم. اجازه بدید که بله، اجازه بدید من صحبت کنم. مشاهده بودید در اون روزا شورش. این توهینه. در سال 42 اجازه بدید ایرانیان بکنن. من به شما اجازه، شما نماینده ملت ایران نیستید، من ایرانی هستم. نجات پرستی، من به عنوان یک ایرانی هستم، برنامه ایرانی. شما نجات پرستی. اتفاقا آقای نجات، نه خیلی صحبت جالبی، اتفاقا جناب نجات، اتفاقا خیلی مسئله جالبی است. به این خاطر که من نماینده تفکر نسلی هستم. چرا من اومدم؟ من نماینده تفکر نسلی هستم که ایشون رو میپذیرم. یعنی من ایشون رو به عنوان یه مخالف کنار خودم میپذیرم، اما جمهوری اسلامی صدای مخالف رو داخل ایران خفه میکنه، به زندان میفرسته، حتی داخل ایران خفه میکنه. پس اتفاقا اونی که نمیتونه من رو به عنوان یک نفر، به عنوان یک شهروند، به عنوان یک بشر بشناسه، دقیقا خود جمهوری اسلامی هست. مسئله که خیلی مهمه، ما اگه از زمان سال 42 حساب کنیم، ما با 4 تا نسل در داخل ایران مواجه هستیم که ما راجع به نسل 4 صحبت میکنیم. نسل اول نسلی هستش که در واقع بانی انقلاب بود، بانی شورش بود. نسل دوم نسلی هستش که الان در رده های مدیریتی قرار داره. نسل سوم فرزندان اون مدیران هستند که در واقع به هیچ عنوان نه تنها در انقلاب سهیم نبودن، بلکه نسل سوخته ایران به حساب میان. و نسل چهارم فرزندان ما هستند، نسلی که آگاهه، نسلی که به اطلاعات دسترسی داره، نسلی که دین رو از سیاست جدا میدونه، مذهبگرا نیست، و نسلی که بسیار واقفه که چه چیزی رو از آینده میخواد.